سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه قرنطین. غم نیستی یک طرف، غم کرونا دیگر طرف، غم شروع شدن دانشگاه ها دیگر طرف. میگن دانشگاه شروع شده، هنوز مکتب ها شروع نشده، به خاطر ممکن تا جایی که مدس میزنم ممکن گفتن سن کسایی که دانشگاه میخوانن بالاتر از میتونن ماسک رعایت کنن، فاصله رو رعایت کنن، ممکنه میره نظر گرفته باشن، به با خاطر اطفال یا مکتب هنوز اجازه ندادن. سر از فردا دانشگاه ها باز شد و بنده فقیرم شش سود باید آماده باشه در درس و پنجم از خواب بخیزم. این حال فکر کنیم که چند بجا باید خواب کنیم که خواب پوره شد. خیلی خوب شد که از این درس های آنلاین راستی شده مقدر نمی آموخت. او رقم که استاد مستقیم درس میده یاد نمیگیریم، از این آنلاین چی یاد بگیریم. خوب شد که کسایی که پانتون میرفتن آگاه شوند که سر از فردا بخیر برن سر درس های خود. من باید امشب از صنفی ها در گروه باید خبر بگیریم که خبر دارن یعنی که فردا بریم نریم. یا همون گپای سابق واره که چهارشنبه که رخصتی شد پنجشنبه از پیش خود رخصتی میکردیم سر شنبه میریم بخیر، یا سر شنبه شروع میشه نمیفهمم فردا چهارشنبه است. اما پانزده اصر شروع گفتن شروع است دیگر. اما از طرف همسنفی ها ما خبر نگرفتیم شخصا. امشب شاید به خبرها اعلان شود و اعلان شده که سر از فردا بخیر برین در درس هایتون، درس بخوانین، بین این مملکت رو بسازین بخیر. خب میخواییم با یک ورزشکار صحبت کنیم که هیچ وقت نیاز به موتر پیدا نمی کنن. همیشه خوش دارم که دوش کنن، کوه نوردی کنن. و یک دفعه که ما واره سر کشید از خانه، مثلا از کابل یک تا خیر پیدا میکنیم پای پیاده رفته قرغه. این تا آدم شوقی و به صحت خود متوجه رومل حیات که ورزشکار خوب ما حساب کوهنوردی و پیاده گردی و دوش. حیات صاحب سلام. نبی صاحب سلام و شام شما بخیر و انشالله دوستا خوب باشن و شما هم خوب باشین و روزای قرنطینه بخیر سپری کنین و همچنان بخیر پانتونا آغاز شد. شکر از دعوتتان امروز برنامه. خواهش میکنم سلامت باشین. رومل عزیز، من فکر میکنم نظر در این اوصاف که شما دارین شاید هیچ وقت از شارق تا خانه هیچ موتر کرا نگیرین. والله یکان روز راستی به گفته شما ما که دوستای یکی از دوست به نام انجینر صبیت الله است، زمانی که از شهر حرکت میکنیم همه تو قصه کرده یک وقت میبینیم که وقت به خانه رسیدیم. هیچ راه را احساس نمیکنیم. شما شاید راحت باشین و دوستتان در بدره. والله راستی کدیمه باز او رو من در گپ میگیرم از اون خاطر که اونا وقت در گپ اونا رو میگیرم باز اونا کاملا فراموش میکنه که پیاده رزی داره. یه با قصه چیز باره از قماندان باره. قماندان بچاره کمک جاندار بود سپورت باید میکرد، اما عسکرش که از ما بتر لاغرش سلام در شانش پشت قماندان میدوید. قماندان بادیگاردش هست، مرجع باشه باید پشتش باشم. چند وقت بعد قماندان لاغر شد اما عسکر زوب کرد، عسکر خلاش. خب حالا اندیوالای شما قدر شما دیگه بی تکلیف داره، شاید برتان گفتم نداره که بیادر خودت ورزشکار هستی ما را چی جبر. اما مطمئن هستم به صحت از اونا مفید است، پیاده‌گردی، دوش، کوهنوردی. خب از کوهنوردی بگویم کدام کوه ها مشهور رفتین تا حالا؟ صدای مرد دارین؟ من دارم نویسیم خاطر شما حضور میخوام که کمک کنید. ورزش بسیار چیز خوب است که شما خودتان به جریان هستین و در ضمن من سوال شما را حضور میخوام کمک اینترنت قطع اگر نبیسید. گفتم کدام کوههای مشهور کشور ما را رفتین در کوه نوردی؟
از آخرین برنامه خود ما بگویم که ما عوض خواست فهمان رفتیم صعود کردیم و قرار است ما بخیر یک سوا یک برنامه بسیار خوب داشته باشیم. میریم به پنجشیر و کوهی که نزدیک به اندراب بغلان و مرزیان متای ولایت پنجشیر است که را قرار است ما فتح کنیم. دیگه قرار است برنامه فردا بسیار یک برنامه بسیار خوب داریم و انشاءالله زودترین فرصت تا دو روز آینده بخیر ما تصاویر و ویدیوهای بسیار خوب را در اختیار شما قرار میدیم از پنجشیر زیبا. و برنامه های بسیار زیاد انجام شده، اما مشهور از برنامه هاش کوهای بابا بوده که شاخله شاخودادی بوده و 5100 متری و همچنان 5200 متری حوض خاص فهمان بود که ما یک ماه قبل او را صعود کردیم و قرار است برنامه پیشوری هم بالای 5000 متر اگه بتانیم خداوند همکاری کنه بخیر انشاءالله فردا صعود خواهد گیریم. بخیر بخیر. این کوه بابا خود افغانستان است، این کوه بی بی در کجاست؟ کوه بابا، سلسله کوه بابا امون سلسله کوه مالی است که هم در کل افغانستان آمده، از رشتهش از بدخشان شده شد تا به ولایت آخر بدخشان تمام میشه. دیگه کوه بی بی را ما هم ندیدیم. خب بیچاره بی بی همیشه در خانه بود، برای خود کوه نساخته. خب رومل عزیز، از خاطراتتان بگوین کدام اتفاق جالبه در کدام کوهنوردی برتان رخ داده باشه، خنددار یا خطرناک هر چیزه. خطرناکش که کل کوه خطر است، که شما میفهمین که امتا معین از خطر نامنی، از خطر مشکلات اجتماعی است، این کلش خطرات است و همچنان اگر خاطرات بگویم بیش از حد خاطرات داشتیم. ما بعض خاص قبلا صعود کردیم در اونجا، همون بسیار جالب بود که ما کوک زری رو دیدیم و در این زمان تخم کوک زری دیدیم و خانه می آمدیم می کلگی پرسان می کرد که تخم کوک زری رو چرا ناوردی؟ ما کسی بر کلگی گرفتم نشان دادم می گفت چرا ناوردی بر ما، و همچنان خود کوک زری در دویم در کوهای شاپولادی بابا ما دو سال قبل صعود کردیم. دیگه یکی از خاطرات جالب می بود که ما تقریبا از 6 صبح تا 4 دیگر شش دیگر ما رفتیم صعود کردیم و بچه ها بعد از ساعت 2 بجه دیگه میگفتن که ما دیگه صعود نمیکنیم. باز ما میگفتم اون دو قله مانده، اون دو بالا دو قله است، دو قله را که صعود کردیم بخیر انشاءالله ما شما میرسیم. وقتی که اینا دو قله را صعود میکنه باز دیگه باز اونجا میگفتن دیگه ما نمیریم. باز میگفتم اون دو قله دیگه تقریبا اگر گردن پسته نشه ما 16 قله ارتفاع 5100 تا صعود کردیم. تقریبا 16 قله را بالا رفتیم و بچه ها را با می رویه که اون قله دو تا قله دیگه شروعی است با ما شما نسود میکنیم به می دو قله تا آخر اونا را رسانده. آها بسیار خوب. این کوک دری که میگن مشخص هم کدام کوک دیگه رنگ است؟ امو کوک است که میگن ای کوک دری بیا در پالویم خوابت ببره سر زانویم. خودش از خبیصه بروشم. اینمی کاوک است نسبتا از کاوکای دیگه کمک کلانتر است، رنگش بسیار زرد است و جالب می است که تخم ازی بسیار شکل خوب داره. دیگه حالا کنه که میگه که ما رو ببر که ما تخم کاوک زری رو پیدا کنیم بیاریم. خب خودش گرفته میتونستین اگر قصد میکردین؟ والا ما رفتیم پیشش تا بسیار زیاد رفتیم ولی نتونستیم. متاسفانه بسیار تیز بود و در ارتفاعی بسیار بالا زندگی میکنه و همچنان بسیار تیز است که و اونا پربال ندارن همی کوکزری ولی در ارتفاعات که بسیار بالا زندگی میکنن. نگفتیم ما کوهنوردی میریم شکار خو نمیریم. خب یکی از چیزهای ما، یکی از اهداف کاری ما یا یکی از اهداف ورزشی ما می است که ما بتانیم چیزهایی که در طبیعت ما در افغانستان هستی را سروی کنیم و همچنان در این زمانی را بتانیم محافظت کنیم. ما کلگی میگفت که تخم ازی را میگرفتین میآورین. یکی از اهداف کوهنوردی همی است که ما بتانیم هم سروی کنیم و او برازنا سرمه نرسانیم. حداقل اگر بتانیم ما برای نسل های آینده از او مثلا سروی شوه بتانیم که نسلش از بین نره
امکانات دیگه بیشتر بر از نام مهیا شوا بر از او حیوانات یکی از اهداف کوهنوردی است. آها، اگر اونطور می بود که هر کوهنورد رفته از کوه ها کاو که داری می گرفت و هر کوهنورد با وجود از اینکه بند و بستره و ریسپان و چنگک و تیشه و چیزایشان همراهش باشه یک دونه قفس کاو کم در پوششان بسته. خب طبیعت باید احترام کنیم، طبیعت زنده کننده دل است و هر جانور دیگه حق زندگی را داره، ما کیستیم که حق زندگیش را بگیریم یا حبسش کنیم. خب رومال عزیز، گفتید هفته دیگه میرین پنجشیر؟ ما قرار است تا یک روز آینده، مثلا امروز ما فقط در میان وقت داشتیم، امکانات یک برنامه را ترتیب کردیم، قرار است ما فردا بریم به ولایت پنجشیر و از این طریق برای دوستایی که در پنجشیر هستن ازشان همکاری میخواهیم که بتانیم این برنامه که از تک کوی که مرز میان اندراب ولایت بغلان و همچنان متای ولایت پنجشیر است به این بتانیم صعود کنیم و یک دانه عوضی بسیار مقبول است که باید در مرز ازی بین ولایت بغلان و ولایت پنجشیر که تصاویر زیاد ازی عوض تابال نشده. ما قرار است اولین بار بتانیم این ویدیوهای بسیار خوبش، تصاویر بسیار خوبش و همچنان بتانیم مردم محل آشنا بسازیم که مردم محل بتانیم راهنمایی کنیم که داینده اگر ما خارجی یا که افراد بیشتر دیگه ای که هستک میایند افغانستان میخوان از طبیعت زیبای طبیعی افغانستان ببینن، اونا راهنمایی کنیم تا اونا بیاموزن و داینده بتانن اونا یک راهنمای خوب شوند و از طریق یک منبع عاید برای عمو مردم محل شوند. بله دیگه بخیر ان شاء الله این برنامه را بتونیم تطبیق کنه و از مقام ولایت پنجشیر هم علاقه خواهش داریم که این قسمت ما را هماهنگ کنند در قسمت پلیس و همچنان مردم خود ولایت پنجشیر. بسیار خوب، ان شاء الله همکاری خواهد کردند. کدام شب هم ماندین در کوه؟ قرار است ما فردا شب هم باریم. بله در عوض خاص ما یک شب ماندیم، برنامه طولانی ما سه شبانه روز در یک کوه ماندیم که در کوه شاپلادی بابا بود، سه شبانه بودیم. یک فیلم قرار است 120 ساعت است فکر کنم، اون فیلم دیدین؟ هالیوودی است، یک کوه نورد که یک دره بند میماند سر دستش که یک سنگ مفته. بالاخره بله اون فیلم دیدیم که بالاخره دست خدا قرض میکنه. آها، خدا نکنه او یک روز سرتون به اولین پیشنهاد ما این است که با دوستایتون یک جا حرکت کنین، از گله جدا نشین، خدای نخواسته دو روز مفتین. میشنوید صدای مرا دارین؟ من نمیشنم صدای شما رو. خب بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها که بر ما وقت دادین، حاضر شدین و موفقیت میخواییم که بخیر قله های بلند، کوه های بلند را فتح کنیم. قربان شما، تشکر نبی صاحب از دعوتتان و تشکر از دوستایی که فعلا ما تقریب میکنن و امیدوار هستم روز خوب داشت ما را به دعایتان داشته باشیم. سلامت باشین و در آخر نگفته نمانه گوشکیتان قد تکمه یخنتان میخوانم. سفیر سندیش رنگ. سلامت باشید. خب دوستا، رومال حیات که حیاتی نمیده میگن، از طبیعت لذت ببرین، کوه، صخره، دره و جایی که خداوند آفریده را حقش داریم که ببینیم. شما هم ورزش کنین، لذت ببرین از طبیعت. و ماند گپ کوک دری. قصه یادم آمد که با یک دوستم خدا بیامرزش امروز از او شکار رفتیم، یک دفعه شکار مرغابی در ایرتان. خیلی وقت رفتیم، به تاریکی خود رساندیم به یک محل دیگه، تفنگای چرایی همراه ما هست، کولاب است، آب است، من بین آب مرغابی ها شیشته. من دیگه همه هر دو میل تفنگ مرمی پر کردم دیگه، تقریبا یک و نیم صد متر زمین خزک رفتم، این نمیتونی که مرغابی ها نپره. تفنگ هم در دست من، آدم های پاپ جی واره، نمیتونی میرم اینجای ما خوار زد، کل جای ما خوار زد، خوار زد. خود دم لب یاو رساندم، رفیقم از دور صدا میکنه مشکو میپره زیاد پیش نرو، دی از اینجا دی میگم چیخ نزن میپره. خود دم لب یاو رساندم، فنگ گرفتم که میزنم گرز
هیچ نمیپره مرغابی. مرمی دوم هم فایر کردم، گرد، هیچ نمیپره مرغابی ها. از جای استاد شدیم میرم سعی میکنیم کدام شکارچی دیگه از اون مرغابی گک های چوبی مانده بوده بین او. ما خیال کردیم مرغابی اصلی است، او را دام مانده بودن که این شکار هیچ وقت یادم نمیره. جالب هم این که هم مرمی چرایی ما حتی دام چوبیش نخورده بود که اصلی هم نبود نمیخورد. بعد از دیگه هیچ وقت شکار نکردیم، هیچ وقت قصد گرفتن جان یک حیوان نکردیم. خب تشکر میکنم از شرکت نوشابه های غیر الکلی عبیب گلزار به خاطر حمایت مالی برنامه قرنطین. با انرژی پردیتور و سلطنت خیش حکم فرما باشید. پردیتور یک وقت خبره. به ادامه برنامه خوش آمدین. امید دارم دق نارده باشین. برنامه قرنطین هم میفهم بسیاری ها میگن که هنوز قرنطین تمام شده. سیسو یک دولت به این بزرگی هنوز اعلان نکده که قرنطین تمام شده. ما چی کاره که اعلان کنم؟ سخت هم است پس پیش خود اگان گپار زدن تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان نکنه، تا سازمان صحی جهان اعلان نکنه نمیتونیم بگیم کرونا نیست، نمیگیره یا دیگه بعد از این محفوظ هستیم. امو که عمله دوم میگن، حتی میگن او خطرناکتر از عمله اول است، هنوز خطرناک است. مراعت کنیم، ماسک چیزا رو مراعت کنیم، شما کرونا رو میکشیم. یعنی میشه که باز از بخیر آزاد میشیم. گرچه من هم میگردم سیسون، خدا حفظ ما کنم. دیگه چاره نیست به خاطر غریبی، روزگار، دلتنگی بعض وقتا میبریم. اما به این معنی نیست که چیز نکنیم، مراعت نکنیم. برای این بیرون مراعت کنیم، ماسک، دستکش. اگر دستکش هم قدر جدی نمیگیره حتما ماسک. دست شستن، کف زدن 20-20 ثانیه یادتان نره که دوایل خیلی جدی میگرفتین. و اول اگه یادتان باشه، ما در یک تصویر در صفحات اجتماعی دیدم که یک بچه یک تقریبا 13-14 ساله را کرونا گرفته بود، از دور تصویر گرفته بودن، امبولانس آمده بود قصد چوب رایت از دور دکه میدادن که برای دو چبر کرد خدا پر تو از دور دوری تو تا این عده میترسیدیم. آن دو ترس کجا شد؟ اگر اون رقم ادامه میدادیم وقت ما از قرنطین برآمده بودیم، کرونا را محو کرده بودیم. پس آن بی‌تفاوت شدیم، در حالی که پیش چشم ما نفرات جانای شیرین خود از دست دادن، از قومای ما، از دوستا، از شناسا. خوب میگیم من که علاوه بر علت کرونا مرد آدم های مشهور به علت کرونا جانای شیرین خود از دست دادن. دیگه عزیزا چه رقم ثابت کنم که کرونا واقعی است؟ عالم که میگن دومش نیایه قناعت کنیم. بریم یک بیرون دیگه، ما بیخی زیاد گپ زدم، یک چای دم کنم با اجازهتان. چای وطنی دیگه چیز است. ایدم ماشاءالله خانه ما مهمانداری با وجود از اینکه قرنطین بود، اما کل مسائل در نظر گرفته، تبسنج بگی و دستار دوفونی و اینا، سر از اون چیز داشتم، مهمان داشتم. باز هیچ خود مهمان نکردم، نه میوه نه دیگه. اینا بخیر، این علم خراب شده. این روزا میه نل خانه تان گاهی خراب شده. از ما یک دوستم نل خانه شان خراب شده بود، او نمی آمد. او را گوستان ماره در روی بالکن مانده، خانواده قد پایپ میشوشت از دور، او در امام قفر مانده بود. اون از روز خدا نجات دیگه دست چیه از فقط در دست ما بند مانده میگه که قدیق آب هم میشه که بوشویم. البته ما قبل از ضد عفونی زدیم، ضرورت به قف نیست، زیاد که بوشویم هم ضد عفونی را شوشتم. کاش هم می بود. خب میوه
کنم میوه. امشب خوراک ما ترکاری است فکر کنم. آه شبای جفت ترکاری، دیگه شبا نان آزاد. یک چایم دم کنم. خاطر از این لوحه چی گپا سرمانش سه شب عید که میمان ها میان میفه اینجا میمان ها مذرت میخوایی باز ما اینه میمان این چه قسم ما را دعوت کردی عید و سو گفتم شما میمان نیستید صاحب خانه هستید یکی از ترکه هست که همیشه میشه زد یکان رفیق من میگم که یعنی بر زنگ زدم گوشی نگرفتی بازو بر من دروغ میگه که چیز است دلرزه بود اما بالایی که خودم میکنم و بر خودم میگم ده هم اینجا وطنه که بیشینم چار زانو هیچ زانو جای چار زانو رو نمیگیره چای هنوز گرم است اگر گرم بخوریم میسوزیم نظرتون چی هست که می دارتا که میتوان کنیم یا آهنگ فراد دریا را خوب یک هوا بتونیم که مدام هوای از این دفعه میخواییم هر شش تیر دم نقطه نور بخورم 54 نمره را بگیرم سخت است اگر نی باور کنید که من اینجا میزنم کل شهر این دمی قسمت ها خواهی من میره خواهی ساد نمیشه امتحان شهر است دعا کنید دوست گوت کام بود داده بود دیدین که استاد نمیشه اگر نه عدق زدیم بیجم آهنگ فرادریا را مزیش نفع میدم قد یک سپورت ناموفق همی آهنگ یکم بلند کنین یک هوا بگیرم راستی اول وقفه میخواستم بگویم رقص دیدین وقفه اینا آهنگ بلند دل دم اول و در آخر وقفه هم شما مرد اگیر بتین به ادامه برنامه خوش آمدین دوستا خب در این خانه یک آدم چی کنه غیر از این کارا بعد از عشق بچه خدا به چی حالا میدازم در این دیوار را میروم کارای میکنم برای خود سرگرمی ایجاز کنم اونو را میارم اینجا دارتا میارم در اینجا این رخیم میدازم برزوش های نو اخترا میکنم برای خود خب در اول برنامه در مورد دانشگاه ها گفتیم و در قید شدن نل خراب شدن نل از خاطرات دوستا قصه کردیم در روی بالکن یک چند منزله یک آدم ششتگی و خانواده پای پاوه سرش گرفتن چون شاور خراب شده بیچاره را دور از کرامت انسانیش باشه گوسفان باره از دور بیشوین خب تصویر جالب بیتر با او دیگه داد میزنست نهو که در روی نزنیم او هم گرمی و سردیش تعلق داره به چا که چرا هم در فضای گرم هوای سرد مبروی از 100 متر و 120 متر خب اتفاقات است برق میره و اینترنت میره او قید میشه این هم که نل خراب است خراب نیست حتما ذخیره یادم رفته بسته روز برق نیست این تخونه ایست که تو باشم تقریبا چقدر وقت هست این تخونه ایست که تو باشم من یادم نمیشه که امو سویچ اوا بزنیم ذخیره چالان شدم
زندگی تنهایی سخت است، کاملا سخت است، چه مرد باشه چه زن باشه، خصوصا بعد از ازدواج کاملا سخت است. همیال از دل ما خدا خبر دارم و بسیار متاسف هستم برای خودم. خب آدم بعض وقتا در قرنطین پشت دوستای چی دق میشه که حتی سرتون غالمغال هم میکنه، همون دوستا هم پشت دق میشین در قرنطین که باشین. خب در اول برنامه براتون از شروع شدن دانشگاه ها گفتم و ای که مکتب ها چی وقت شروع میشه، با کدام شرایط شروع خواهد شد، تمام این جواب ها را میتونیم از بانو نوریه نصحت یا نصحت بگیریم که ایشان سخنگوی وزارت معارف افغانستان هستند. بهتر از اینا کی میتونه برای ما جواب های خوب بتن در مورد شروع مکاتب و سیستم درسی برای فعلا؟ همچنان شاید هم یکان سوال های خودمانی باشه که ایشان را جوی اول شویم از جریان کاروبار در روزهای قرنطینی. بانو نصحت سلام. سلام بر شما، شام شما و همه بیننده های محترم بخیر. سلامت باشین، انشالله که شما هم به عافیت به سر ببرین. چی دم دارین با قرنطین؟ تشکر. طبق معمول ما هم در قرنطین به سر میبریم، ولی مجبور هستیم که به وظیفه و به کار و به حاضری خودمون هم برسیم و حاضر شد. ما از روز اول که قرنطین شروع شد نتونستم که رعایت بکنم، دلیلش هم واضح بود که ما باید کار میکردیم و در خدمت هم سلام عزیزمون میبودیم، نابودی که باید توصیه های وزارت خطانه را هم مراعات میکردیم و هم باید سر کار و وظیفه خود ما حاضر میشدیم که مسئولیت های در قبال شاگردان و در قبال خانواده معارف داشتیم. ما متاسفانه نتونستم شکل درست قرنطین را مراعات بکنم و دفتر کارم رفت و برای توصیه های بهداشتی را ما هم همکارا در وزارت معارف رعایت کردیم و کار خود ما را هم انجام دادیم. خب روی تقسیم اوقات کاریتان کدام تغییرات آورده بودین به خاطر مراعات ویروس، از خطر ویروس اینا یا قرنطین؟ در تقسیم اوقات کاریم برای تغییرات آقلاده آمده بود. آها. البته ساعت کاریم نسان بایی که از آقایش هم موز کدرست دستکش استفاده می کردیم، همه سمسه های رسید که دارد سرمان مراقبات کردیم در بسه کاری ما هم حواصل اجتماعی را ما مراقبات می کردیم در جلسات. خب یک کمی هم متاسفانه از صدایتان خطوه سمیه. این همه موردی فعال کاریم، صحیحش دوره تعطیل و مبدل کردن هاش باید کار میکنی و اندکری خواهی که خواب آها. بالاخره ما جوابا را گرفتم، یعنی درک میشد، اما قطع وصل میام از صدایتان چون اینترنت ها، خب میفهمین اینترنت افغانستانی است فعلا این مشکلات داره. بانو نزهت خودتان هم واقعیت بگیم کرونا گرفت نگرفت؟ من کرونا نگرفت، ولی در خانواده داشتم افرادی را که مبتلا شده بودن به کرونا. خداوند را شاکر و سپاسگزار هستم که دوباره صحت یاب شدن و شکر الحمدلله به وضعیت عادی برگشته. صحتش خوش شکر. شما دیگه سخنگوی هستین، وظیفه تان امیر ایجاب میکنه که باید به رسانه برین گزارش بتین، برنامه داشته باشن، جواب بتین، سوالا رو جواب بتین. یعنی در جریان قرنطین دیگه بیخی بیغم بودین ماشاءالله، فقط از طریق اسکایپ اگه اینا جواب داده باشین.
در جریان قرنطینه من بیشتر من شغل بود، ساعت کاری من افزایش پیدا کرد، کم نشده بود. پاسخگویی ما بیشتر شد، چون ما در جریان هستیم که ما خواستیم همین چالش را با حداقل امکانات، امکانات کمی که در دست ما قرار داشت با ما خواستیم طرح بدیل خدمات تعلیمی را پیشکش بکنیم، چون دوره قرنطینه بود، چادران مادر خانه بودن، دروازه های همه مکاتب دولتی گفتیم چی بهتر است که حداقل برنامه از طریق تلویزیون را یا رادیو هم ما داشته باشیم که شاگرد در خانه چیزهایی را بتانه بیاموزه، مستفید شه و همو ناشنا نشه با محیط مکتب و با کتاب و با آموزش. بنابراین کار ما بیشتر شد، پاسخگویی ما هم به مراتب افزایش پیدا کرد و بیشتر شد و شما مسئولیت وزارت معارف هم میفهمید که بزرگترین اداره و سطح خدمات ملکی افغانستان هست و مسئولیت هاش هم خیلی زیاد است. در دوره قرنطین باز مسئولیت ما هم زیاد شد، بکن در دوره قرنطین ساعت کاری ما ما هم با مفتایش مبودیم، توجه ها را رعایت میکردیم، کار خود مرحلان میداریم و امیدوار هستیم که تا یک اندازه خوشیم که شرفنزی ما همین چالش را به فرصت مبدل کرده باشیم و شهروندان ما راضی شده باشیم در یک فیصدی هست چند بسیار کم هم باشم با توجه به امکاناتی که ما داشتیم. خب بانو نزهت، سوال اصلی که دلیل تماس ما با شما است آن میپرسم که امی دانشگاه ها سر از فردا شروع میشه، مکتب چی وقت شروع میشه؟ مکاتب ما دانشگاه ها طرح جامع و کاملی را در جلسه بعدی کابینه را افتاد کردیم، در موضوع مکاتب هم انشالله تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. هر دو هم ما یک نشست خبری انشاءالله خواهد داشتیم، در نشست هم توضیحاتی به مردم افغانستان دادن میشه و انشاءالله در مورد مکاتب هم تصمیم میگیریم. مهربانان گرامی جدی که وجود داشته بابت بازگشایی در روزهای مکاتب و میماند که تعداد شاگردان ما نزدیک 10 میلیون شاگرد هست و شاید همه این شاگردان ما نتانند که توجه بزارت ستامه را مراد کنند، کم کم است در قلعه اگر ما در سطح حفیظ شلق و قرا و قصبات مناطق دوردستی باشه که امکانات صحی کمتر باشه، هم ما هم نتانیم شاید اکمالات بکنیم در اون مناطق و شاید شهروندان ما هم وضعیت اقتصادیشون اینجا بیره نکنه که بتانند ما موارد بهداشتی را فرزندانشون رعایت بکنه. این نگرانی هایی بوده که وجود داشته، انشالله مشترک با وزارت صحت عامه ما یک برنامه جامع و کامل خود داشتیم که هم بتونیم در قسمت صحت خانواده معارف و شاگرد و معلم و سایر پرسنل اداری و خدماتی ما یک توجه بکنیم و هم بتونیم که به تعلیم و تربیه اطفال افغانستان رسیده بکنیم. انشاءالله در قسمت یک تصمیم گرفته میشه و ما متأکد به اطلاع‌رسانی در این مورد هم هستیم و اطلاعات نهایی را باز حتما از طریق شما با مردم افغانستان و با خانواده بزرگ معارف شریک خواهد کرد. بسیار خوب میکنیم. فردا یک خواهش دارم در کنفرانستان یک هفته پیش امیر اعلان نکنید شروع مکاتب، به خاطر اولادای من مزار هستن تا میان غیر حاضر میشن. قبلن هم یک هفته پیش اعلان نکرده بودیم، اگر شما متوجه باشین ما در یکی دو روز پیش هم در صحبت های خودم گفتم که به روز سه‌شنبه مجلس کابینه و تحصیل داری تصمیم میگیرد، هر زمان تصمیم نهایی شد ما اعلان میکنیم و یک مهلتی هم خواهد داشتیم برای شاگردان و معلمین که رفتن و همیشه در نظر گرفته باز تصمیم میگیریم. تصمیم ما یک جانبه نخواهد بود، در تصامیمی که ما میگیریم نظر و دیدگاه مردم، مشکلات مردم، چالش های که فعلا ما مواجه هستیم طبیعی خود همیشه در نظر گرفته بود، یک تصمیم جامعی و کامل خواهد گرفته شد. بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها بانو نزهت که بر ما وقت دادین، سوال ما رو جواب دادین. روز خوش داشته باشین. سلامت باشین، شام شما هم بخیر. اوقاتتون خوش. آه من یادم رفته بود، من در یک اتاق هستم، بیرون نمیبینم، شام از روز از چاشت از ایش نمیبینم، ببخشید.
زنده باشید. خواهش میکنم. و در آخر بگویم ماشاءالله چادرتان قد کوچ بسیار میخوانه. خوب عمخانی رو در نظر گرفتین دستت کامره. سلامت باشید. خوب است خانم ها باید یکم باشید. آه لخصا قدارم شک ندارم. بازم وقت خوش. خب بانو نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفتم که یک کنفرانس فردا دارن، انشاءالله کنفرانس یک نتیجه خواهد رسید و یک نتیجه را برای ما اعلان خواهد کردن که مکاتب چی وقت شروع بشه. اما پرمتونا سر از فردا شروع و شاگردای مکاتب ارزلسه را مراد نمیتونن مثل که معسلین میتونن، چرا که اونا بگب میفهمن. طفلا هرچی بگن نیش ما پالی نمیشیم چی میفهمیم دوسته یا برقه میکنن. اوام یک دفعه یکان دوستای ما که سنش هم کلان شده هنوز از امون کنن بابا در سنف عرب نو اینا هم یکان نازدان ها میباشه. هرچی بگیم که اینی چوکی خالی باید باشه، دهی چوکی تو بشه، دهی چوکی محمد فاروق بشینم، نه اون چوکی ماست ما میشینم اونجا. اینی چیزا ممکن در مکاتب رخ بده اما به دانشگاه کلیگ ماشالله کلان کلان آدم هست و اونا یک دیگه خود هم بسیار هم تو قید قلمی بسیار. شما در اونجا تشریف فرما شوید بفرمایید. نه نه خواهش میکنم شما نه 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 فاصله در نظر بگید. آه بسیار خوب من شما رو دوست دارم با شما قول نمیدم. این مسائل بین بزرگان میشه که آدم فرهنگش بسازه اما تفلاک گفت نه نه رفتیم یک وقفه. درود چهارباره، خوش آمدیم به ادامه برنامه. در لحظات آخر یک عواجمی نکنیم با موسیقی، با جوان تبخش خوش آواز، همچنان مهاجر که ایشان مرتضی حمیدی از هندوستان بر ما و شما وقت دادن، آمدن حاضر شدن که هم کلام داشته باشیم، پیش از کلام سلام داشته باشیم، بعد از کلام موسیقی هم داشته باشیم. جناب حمیدی صاحب سلام. سلام سلام دمی جان، چطور هستین؟ صحت شما خوب جان؟ آنجا شکر شما خوب، هوای تان جمع است، بخیر هستین. چی هست در نو اتاق؟ بسیار گیر و بارک هست، دودپور هست یا ای که کمری تانو غبار گرفته؟ چه قسمه؟ نمی فهم چرا ایتر شده ای کمره خون سعی هست. روشن کده ما چیم دوگرم؟ آه صحیح شد، بیخی صحیح شد. آه بیخی صحیح شد، فکر میکنم که بچه ها قیلون زدن. نه 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 قیلون اینجا نمیذاره که خب حتما بکلایت از کدام نور خورده در لنز. خب بله من چیز آها خب از خود بگیم چی گپا بخیر میگذرانیم. خب ما یک سلام به خودت و به تمام بیندگان عزیز سلام برتون برسه، شبتون بخیر و خدا کنه که در امان باشین. سلامت باشین شما همچنان. خب وضعیت افغان ها در وضعیت کرونایی هندوستان چه رقم است؟ بسیار دق افغان ها چکری دق آوردن ناوردن مچمون جای خبر دارین؟ اونا رو فکر نکنم که گرفته باشه در هندوستان کسایی که مهاجر است. یعنی دق ناوردن؟ نخیر نخیر بسیار راحت. آه دیگه شما چی دق میارین؟ از کلکین سعی میکنین کاترینا کیف تیر شده رایسته، از کلکینا گوتر از سعی میکنین امیتا بچن از بازارک سودا خریده رایسته، چی دق میارین؟ بابا جان ما از کلکین سعی میکنیم چهار دانه شیشه سیاه تیر میشه قد 20 دانه بادیگارد ترس پس خواه در خانه میزنیم. این از ما روزگار ما قد روزگار شما اینه بقید فرق دارم در خانتی بمبایی نیستیم در دلی هستیم. آها نه امرنگش تیر میشه ساری که دیگه اینه قجای خلاص اونه بیادر ساعتان تیر است.
پیشانیش هم سرخ کدگی ماته پی سندور لگایا هوا خب خب حمیدی عزیز بیا که گپ زیاد کشاندار نکنیم به خاطر از اینکه همه حال هوای موسیقی زده و صدای شما فوق العاده است چون یک بار دیگر ما شما در جریان شدید قرنطین مصاحبه داشتیم آوازتان شنیدیم ماشاءالله خوب میخوانید به اون خاطر گفتیم که امشب ما را مواجه میکنیم چرا نه نبجان در خدمت ببینیم یک دانه خیلی برای ما اجرا کنیم اگر زحمت نمیشه بله براتون اجرا میکنم یک آهنگ از محترم نعیم جان پوپال براتون میخوانم یک آستایی و یک انتره خدا کنه که من بتونم خوانده و اگر نعیم جان پوپال میبینن تلویزیون یا میبینن انشاءالله معذرت بگم خواهش میکنم خواهش میکنم پایین بلند بودم خراب و مست شب گردم زمان بگذر رهایم کن سراپا حسرتم دردم زمان بگذر رهایم کن زمان بگذر رهایم که در باغ تو راه یادا خزانی چهره زردم زمان بگذر رهایم کن رهایم کن زمان بگذر رهایم کن به به خیلی خوبش خواندین حتما امی حال هوای امی آهنگ سرتان آمده بود اما من می بودم جای شما نمی گفتم رهایم کن میتونم رهایم کدیم می کشم به قضا عادت کدیم ولی اگه بتانم که من رهایم کنی یا رهایت کنم اما فعلا حتما امی حال هوا سرتان بوده ای را خواندین یا کمک شادتر یک آنچه خوانده نمیتونیم خیلی دقا آوردیم نبی جان من هیچ وقت شاد نخوندیم و رشته ما هست غزل و صدای ما هم همی کوالتیش برای غزل جور شده نمیتونم که من بخوانم خب خب یعنی در غزل هم که یکان دانه چیز هست یکان کمک مستر هست یعنی غزل عزی هم که در غمگین نام میشه خب اگر میخواین من یک هندی را آها آها یه خوبی فی طوفان میشه طوفان کیا بات ہے کیا بات ہے از مهدی حسن صاحب هستم برتون میخوانم یک انتره یک استوی مهدی حسن جدجیسین غلام علی اینا رو خوب فهمیدم است یار کا مجھے سوچ کا کوئی یاد میں خیال ہوں کسی یار کا مجھے سوچ کا کوئی یاد میرا عکس ہے بس آئینہ
क्या क्या गाया आपने अमीदी साहब, क्या गाया, ये क्या किया आपने, शाहबाज खो दिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस अच्छी आवाज से हमने भरपूर यहाँ मजे लिया। शुक्रिया यार, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा बिसर जाते शुक्र आज वक्त गिरंदा, खुदा निगहदार। خب یک اون حال هوای هند اینا میدونه سر آدم، به خاطر از اینکه آدم هم جایی را که زبانش بلد است احساس میکنه خانه خود ما باشه. ای کاش تمام زبان دنیا را میفهمیدیم، کل دنیا را خانه خود فکر میکردیم، فقط کل دنیا خانه خود ماست. ما انسان هستیم که مرز ایجاد کردیم، اگر هیچ کس خرابی نکنه قرار نیست همسایه مانی ما شود که خانه ما نیاد. تا فردا شب خداوند حافظ و نگهدار همگی ما و شما، متوجه خود، اطرافیان خود و وطنداران خود باشید. خدا نگهدار.